ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران از دنیا رفت. سید ابوالحسن فروردین 1312 در روستای باغچه از توابع شهرستان کبودراهنگ متولد شد. پدرش آیت الله سید نصرالله معروف به صدرالعلمای همدانی و پدر بزرگش سید صالح معروف به مجد العلمای همدانی از روحانیون سرشناس همدان بودند. او فارغ التحصیل اقتصاد و حقوق اسلامی دانشگاه تهران بود و به محمد مصدق و نگرش سیاسی او علاقه داشت که باعث شد به عضویت جبهه ملی درآید و نماینده دانشجویان ضد رژیم دانشکده حقوق دانشگاه تهران در کنگره جبهه ملی ایران در سال 1341 شود. در این دوره او به دلیل مواضع و فعالیت‌های سیاسی ضد شاه دوبار به زندان افتاد و در تظاهرات خونین 15 خرداد 1342 مجروح شد. پاییز 1342 بنی صدر به فرانسه رفت و در رشته اقتصاد دانشگاه سوربن مدرک دکترای اقتصاد و سرمایه گذاری گرفت. او در سال 1350 برای تشییع پیکر پدرش به نجف رفت و در جریان مراسم تشییع و خاکسپاری با امام خمینی آشنا شد و به تدریج در شمار همراهان و دوستداران امام درآمد. بعد از آن بنی صدر که خود را در میان حلقه های اولیه نوفل و شاتو قرار داده بود با پرواز انقلاب در 12 بهمن 57 به ایران آمد و پس از مدتی در ترکیب 15 نفره شورای انقلاب قرار گرفت. سپس معاون وزیر اقتصاد و دارایی شد و بعد از کنارگیری دولت موقت وزیر اقتصاد شد. پس از استعفای دولت موقت بنی صدر بعد از دیدار با امام خمینی نامزد ریاست جمهوری شد. جامعه روحانیت مبارز نیز از او حمایت کرد و در نهایت با حدود 11 میلیون رأی در 5 بهمن 1358 با کسب 76% آرا اولین رئیس جمهور ایران شد. بعد از ریاست جمهوری، مخالفت بنی صدر با حضور روحانیون در امور اجرایی و ترکیب دولت و نوع نگاهش به سازمان مجاهدین خلق باعث ایجاد تنش جدی بین حزب جمهوری اسلامی و او شد که در معرفی گزینه نخست وزیری به مجلس شورای اسلامی کاملا به چشم آمد. در نهایت هم محمد علی رجایی نخست وزیر دولت او شد. با آغاز جنگ تحمیلی به دلیل نگاه متفاوت او به اداره کشور و اداره جنگ، اختلافات او با دیگر ارکان و شخصیت‌های نظام بیشتر شد که سرانجام به عزل او از سمت فرماندهی کل قوا انجامید. ما یقین دارم که در دل فرد شما اعتماد وجود دارد و می‌دانید کسی که در میدان‌ها هر لحظه با خطر مرگ روبروست برای آن می جنگد استقلال میهن حفظ. سخنرانی بنی صدر در سالگرد درگذشت دکتر مصدق در دانشگاه تهران تنش‌ها را بیشتر کرد و به تظاهرات حامیان و مخالفان بنی صدر تبدیل شد و در نهایت مجلس روز 31 خرداد با اکثریت آرا رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر داد و امام خمینی نیز حکم عزل او را صادر کرد. در این وضعیت بنی صدر به سازمان مجاهدین خلق نزدیکتر شد و همراه با مسعود رجوی رهبر این سازمان مخفیانه از ایران خارج شد و در فرانسه شورای ملی مقاومت را تأسیس کرد. بنی صدر اما در فروردین سال 1363 راه خود را از رجوی جدا کرد. یکی از دلایل این جدایی دیدار رجوی با طارق عزیز وزیر خارجه رژیم بعث عراق در فرانسه و انتقال اعضای مجاهدین به خاک این کشور بود. فیروزه دختر بنی صدر نیز که با مسعود رجوی ازدواج کرده بود به دلیل فساد اخلاقی مسعود رجوی در همین دوران طلاق گرفت. ابوالحسن بنی صدر باقی عمر خود را در پاریس سپری کرد و در نهایت در سن 88 سالگی پس از یک دوره بیماری در بیمارستانی در پاریس درگذشت.